من فکر میکنم اسلام حراسی رو که امروز داریم مشاهده میکنیم از خیلی جهات بی سابقه است به صحبت های سیاسی برخی از کاندیده ها که گوش بدین تا حالا چیزی شبیه این دیده نشده فکر میکنم چیزی که تشخیص دادنش مهمه اینه که این اولین انتخاباتیه که در اون صنعت یا شبکه اسلام حراسی چنان نفوذی بر نوع بحث هایی داشته که ما از کاندیداها میشنویم ما این حرف ها رو از دونالد ترامپ شنیدیم از بن کارسون و تد هم شنیدیم تئوری های سالهاست که از کادرهای فعال و پروفسور ماپایی شنیده شده که هدفشون کاشتن بذر شک و ترس از اسلامه اما از خیلی جهات این واقعیت که الان جزی از گفتمان سیاسی شده پدیده تازهیه که من تا حالا ندیده بودم